سلام دوستان، به آشپزخونه من خوش اومدید. میخوام امروز براتون سمبوسه درست کنم. آرد 1 کیلو، نمک 1 قاشق غذاخوری، آرد و نمک رو با همدیگه خوب مخلوط میکنیم. نه مایه خمیر لازم داره، نه شکر، هیچی لازم نداره، نه شیر. آب به مقداری که بتونیم خمیر رو باهاش انجام بدیم. ترجیحاً آبتون گرم باشه. اینطوری خوب مخلوط میکنیم و به مدت 5 دقیقه با دست ورز میدیم. آرد 1 کیلو بود. نمک 1 قاشق غذاخوری بود. آب گرم هم 2 تا لیوان آبخوری بود. ببینید خمیرش به همین راحتی آماده شد. من داخل یه ظرف دیگه یک کمی آرد ریختم. خمیرها رو 5 دقیقه ورز دادم. گذاشتم داخل این ظرف، روشم آرد ریختم، یکم آرد زدم بهش و الان میذارم یه جای گرم به مدت نیم ساعت استراحت بکنه خمیرم و بعد مراحل بعدی رو انجام میدم، فعلا تا نیم ساعت دیگه. خب در این فاصله که خمیرمون استراحت میکنه، من گوشت چرخ کرده رو میپزمش. داخل این قابلمه یه کوچولو روغن ریختم و 5 عدد پیاز متوسط و نگینی خورد کردم، سرخ کردم. پیازا رو از تو قابلمه در آوردم، گذاشتم کنار و الان گوشت چرخ کرده رو میریزم داخل قابلمه. دستسوز گاز رو روشن میکنم و این یه کوچولو پیاز و گوشت چرخ کرده رو سرخش میکنم. خب گوشت چرخ کرده سرخ شد. من 3 عدد گوجه و 1 عدد فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه کردم. اینطوری نگینی خورد کردم بهش اضافه کردم و نمک و فلفل و زردچوبه رو بهش اضافه کردم. نمک و فلفل و زردچوبه از هر کدوم 1 قاشق چایخوری. اینا رو خوب اینطوری مخلوط میکنم و میذارم یک کمی نرم بشن. گوجه و فلفل خیلی غذا رو خوشمزه میکنه. خب این پیازی که من قبلا بهتون گفتم که سرخ کردم ریختم داخل یه ظرفی که خنک بشه، من از پیاز قرمز استفاده کردم. شما از هر پیازی که دوست داشتید استفاده بکنید و الان این گوشت چرخ کرده رو به این پیاز
اضافه میکنم داخل یه ظرف دیگه میریزم که خنک بشه. روی همین پیازا خالی میکنم. و یکی دو قاشق سبزی خشک من بهش اضافه میکنم. سبزی خشک فرق نمیکنه. گشنیز باشه، جعفری باشه، تره باشه، سبزی قرمه باشه، سبزی آش باشه، هر سبزی که باشه میتونی بهش اضافه بکنی و مزه خاص خودشو داره. فقط اگر میخواین از نعنا یا شنبلیله استفاده بکنید واسه خیلی کم بریزید، یعنی تقریبا نصف قاشق غذاخوری بریزید که چون تلخ میشه. من از این سبزی خشک دو قاشق بهش اضافه میکنم چون خیلی خوشمزهش میکنه. دم مخلوطش میکنم. اینا رو همه رو با هم دیگه اینطوری مخلوطش میکنم، همین که یه مقداری خنک بشن هم مخلوط بشن. اینطوری خب کافیه. میریم مرحله بعدی. خب من خمیری که انجام دادم گذاشتم نیم ساعت استراحت کرده و اینطوری خمیرم زیاد شده و الان بقیه کارا رو انجام میدیم. همه اینا رو اینطوری باز میکنیم، بعد میذاریم 20 دقیقه دوباره بمونه. من یکی دوتاشو به شما نشون میدم. دوستان به این اندازه واسه خمیر رو باز بکنیم. ببین نازکیشو به این اندازه باز بشه خمیر رو. اینطوری یه دونه دیگرم من باز میکنم که شما ببینید.
اینطوری خمیر رو باز میکنیم. ببین به همین نازکی. خب سینفه رو من گذاشتم رو حرارت و یک کوچولو چربش کردم، میذارم یک دقیقه این بر و یک دقیقه روی بعدیش یک کمی بپزه. مواظب باشید که نسوزید چون خیلی داغه. در همین حد یه قاشق آرد و با یه کمی آب اینطوری مخلوط میکنیم. البته شما برای چسبوندن سمبوسه میتونید از روغن و آب خالی هم استفاده کنید، ولی من اینطوری یه ذره آرد با آب اینطوری مخلوط کردم. نونا رو اینطوری فروش کردم به این شکل. اینطوری و به این شکل آمادش میکنیم. اینطوری طوری از این مواد میگیریم داخلش پر میکنیم. به نظرم یک قاشق کافی از این آردی که با آب خیس کردیم اینطوری خب یه دونه دیگه هم درست میکنم براتون. ببینید شکلی دوباره برمیادیم. این شکلی از این مواد خمیری آرد و آب که با هم دیگه مخلوط کردیم اینطوری
اضافه هاشو میتونید ببرید. بنشه خب من قابلمه رو گذاشتم رو حرارت رو به بالا، گذاشتم روغن داغ بشه در حدی که چیپس درست بکنیم. من اونطوری روغن ریختم. و چرا قابلمه گذاشتم مایتابه نذاشتم؟ به خاطر اینکه من که وقتی که سموسه ها رو سرخ میکنم روغنش دیگه آخر که میمونه میریزم دور، یعنی بعضیا دور نمیریزن استفاده میکنن، من چون دور میریزم به خاطر همین یه قابلمه کوچیک گذاشتم که روغن کمتر مصرف بشه و در آخر سر بندازم دور. و دیگه اینکه مایتاب به همه جای گاز روغن میپاشه و کر و کثیف میشه، این خوبیش اینه که گوده و نمیپاشه. و الان من سمبوسه ها رو دونه دونه داخل این روغن سرخ میکنم. داخل یه آبکش میذارم اینا رو که روغن اضافهش گرفته بشه.
اینطوری سمبوسه ها رو من سرخ کردم، ریختمشون داخل آبکش به دلیل اینکه روغنای اضافهش گرفته بشه، این یک. و دوم، هر وقتی هم که خنک شد میخواین گرمش بکنید، همینطوری با آبکش و این سینی که زیرشه همینطوری میذارید داخل فر، فر رو داغ میکنید، بعد خاموش میکنید، میذارید داخل فر و اون روغنای اضافهش هم خارج میشه ازش، کم روغنتر، خوبتر، رژیمیتر میشه، همین که گرم میشه براتون، نرم، خوشمزه گرم میشه، از حالت سفتی میاد بیرون. میچینم داخل ظرف و بهتون نشون میدم. خب دوستان، سمبوسه ما آماده شد. من با سس کچاپ و ترشی لیته گذاشتم، شما با هر چیزی که دوست دارید نوش جان بکنید. امیدوارم که خوشتون بیاد، شما هم درست بکنید، از خوردنش لذت ببرید. کانال ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.